من افشین شاهی هستم، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا. من شغلمو خیلی دوست دارم، اما خب به شکل روزمره به خاطر طبیعتی که در کار من وجود داره و ماهیت شغلم، من دائما تحت تاثیر اتفاقات بدی هستم که در دنیا میفتن، خصوصا در خاورمیانه. من قبلا استاد دانشگاه اکستر بودم، در اکستر زندگی میکردم و تابستان 2013 نقل مکان کردم به شهر لیدز. فضای اجتماعی هم افکار خودم رو هم خودم رو مقدار منضبط‌تر بکنم. به به، به این میگن یک پارک کردن تمیز استحقاق جایزه رو داره. به حالا واسه این شازده کوچولو این بهترین وقت روزه. به زندگی من خوش آمدید. من در شهر لیدز زندگی میکنم، اما محل کارم در یک شهر دیگه است به نام برادفورد. برادفورد با لیدز عملا فاصله آنچنانی نداره، اگر که ترافیک نباشه شاید توی 25 دقیقه بشه رسید. الان ما توی اتوبان M62 هستیم که به استنباط من یکی از بدترین اتوبان های این کشور هست، چون همیشه خیلی شلوغه. ما فکر میکنم تا یک 15 دقیقه دیگه برسیم به دانشگاه و اونجا قسمتی از روز رو با هم خواهیم. امروز یک روز معمول کاری هستش. من اولین ملاقاتم که یک ملاقات است با یکی از دانشجوهای دکترام ساعت 10 هستش. مجددا ساعت 11 یک ملاقات دیگه دارم با یک دانشجوی دکترای دیگه. بعد از اون یکی دو ساعت به کارهای اداری برسم. ساعت 1 یک کلاس کوتاه دارم و آخرین فعالیت روز هم ساعت 2 تا ساعت 4 یک کلاس دارم در مقطع فوق لیسانس. من فکر می‌کنم هولوش ساعت 5 دیگه ما بتونیم روز رو به اتمام برسونیم و به اتفاق هم برگردیم به لیدز. دانشکده صلح اولین دانشگاهی بود که بر محور صلح 40 سال پیش به وجود اومد. اتفاقا خیلی از صاحب نظرانی هم که امروز در ایران صاحب نفوذ هستند از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن. فکر میکنم آقای صادق زیبا کلام هم اگر اشتباه نکنم فارغ التحصیل دانشگاه صلح هست در دانشگاه برادفورد. اینجا ساختمانی هست که اکثر دفاتر اساتید درش قرار داره. دفتر منم توی همین ساختمان هست. این چهارمین سال آکادمیکی هست که من در دانشگاه برادفورد تدریس میکنم. الان در واقع از 2 هفته پیش من یک ارتقای درجه داشتم و هماکنون استاد ارشد روابط بین الملل هستم. همینطور که میدونید مثل ایران یا خیلی کشورهای دیگه یک نظام سلسله مراتبی در آموزش عالی اینجا وجود داره، در نظام آموزش عالی اینجا وجود داره. از لکچرر شروع میشه، استاد، سینیور لکچرر که خب استاد ارشد هست، خب بعدش هم پروفسور، و من الان استاد ارشد روابط بین الملل هستم که جوانترین استاد ارشد در دانشکده و جوانترین استاد ارشد در کل دانشگاه و همچنین یکی از جوانترین اساتید ارشد در کل کشور بریتانیا هستم. الهام یک دانشجوی مقطع دکتراست، دانشجوی سال دوم PhD هست. امیدواره که در اواخر سال جدید بتونه تز دکتراشو به اتمام برسونه و به موفقیت دکتراشو تموم کنه. من زمانی که دانشجوی مقطع دکترا بودم یک استاد راهنمایی بسیار خوب داشتم به نام پروفسور جیم پیسکاتوری. یه شب که با هم رفته بودیم بیرون با دانشجوهای دیگه برای خوردن شام، یه حرف من زد که یه تأثیر خیلی بد روی من گذاشت. من گفت ببین افشین، در دنیایی که ما امروز هستیم
گرفتن شغل آکادمیک مثل بردن بلیت بخت آزماییه و خب این واقعا تمام وجود منو لرزون. در هر صورت من دکترامو در سن 28 سالگی تموم کردم و خوشبختانه گرفتن در واقع کار آکادمیک، کار دانشگاهی مثل بردن بلیت بخت آزمایی آنچنان خوشبختانه برای من سخت نبود. از ایران خیلی از دانشجوهای عزیز به من تماس میگیرن و علاقه‌مندن که یه مقدار اطلاعات کسب بکنن در مورد ادامه تحصیل در انگلستان. کسی که میخواد بیاد در واقع در مقطع دکترا ادامه تحصیل بده باید یک طرح بسیار خاص داشته باشه، یک طرح بسیار ویژه داشته باشه و اون طرح یک نوآوری توش باشه، یک ابتکار توش باشه که ارزش در واقع مقطع دکترا رو داشته باشه. خب این داشتن پروپوزال بسیار مهم است و مسئله مهمتر و محوری‌تر در واقع دانش زبان انگلیسی است. اولین چیزی که من مشاهده می‌کنم می‌بینم که نگارش این ایمیل‌ها در سطح یک دانشجوی دکترا یا حتی فوق لیسانس و لیسانس هم نیست و مطمئناً امروز در واقع مراکز متفاوتی در ایران وجود داره که میتونه به دانشجوها کمک کنه که زبانشون رو به حدی برسونن که برای ادامه تحصیل خارج از کشور در دانشگاه‌های انگلیسی زبان آماده بشن. خب من جدا از اون مقالاتی که در این ژورنال‌های علمی چاپ شدن، من اولین کتابم در اواخر سال 2013 چاپ شد توسط انتشارات راوتلج و اسم این کتاب The Politics of Truth Management in Saudi Arabia هست که ترجمهش سیاست مدیریت حقیقت در عربستان سعودی هست که پیرامون نقش در واقع وهابیت در عربستان سعودی است. کتاب دومم که به همراهی که از همکارام نوشتم و همکنونم چون که در واقع این کتاب دومم به اتمام رسیده، عملا قسمت اصلیش به اتمام رسیده، اون کارهای عملیش به اتمام رسیده، در حال حاضر فکر و انگیزه کتاب سومم شروع شده در ذهنم. در نظام تحصیلی بریتانیا پژوهش و تحقیق خیلی جدی گرفته میشن و اکثر منابع مالی هم که در این کشور وجود داره به شکلی صرف پژوهش و تحقیق میشه و بر همین منوال اون بورسیه های تحصیلی هم که وجود داره، البته همیشه نه اما عموماً صرف در واقع کسانی میشه که میخوان بیان اینجا پژوهش و تحقیق کنن. یعنی بنابراین کسانی که قصد دارن برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به انگلستان بیان، به بریتانیا بیان، خب شاید شانسشون بهتر باشه و عموماً گرفتن بورس تحصیلی در مقطع لیسانس و در مقطع فوق لیسانس یک مقدار سخت‌تر هست، البته غیر ممکن نیست. همین امروز در همین دانشگاه، خیلی از دانشگاه‌های دیگه که من باشون در ارتباط دارم، تعداد بسیار زیادی از دانشجوهای ایرانی هستن که با بورس تحصیلی اومدن اینجا. با تأخیر به طرف کلاس درس میریم. این آخرین کلاس من هست امروز و اکثر دانشجو هم دانشجوی بین الملل هستن، اکثر از کشورهای مختلف هستن. باستم مدرسم دیر شد. اوکی، فانتاستیک. اوکی، امروز هم تموم شد، گرچه که روز بسیار بلند و طولانی بود اما بالاخره به اتمام رسید. من به خاطر دغدغه و استرسی که در شغل من وجود داره حداقل هفته یک بار دو بار واقعا دوست دارم که از فضای مجازی، از فضای اینترنت، از فضای آکادمیک یک فاصله‌ای بگیرم و یه جای شبیه اینجا بیام. معمولا میام اینجا. به به، ببین، میگن یک پارک کردن تمیز استحقاق جایزه رو داره. به حالا اینجایی که الان ما با هم داریم میریم یک جایی هست، یکی از
به نظر من زیباترین جاهای این شهر هست به نام راوند هی پارک. من در کتابخونه یا حتی در دفتر کارم روی مسائل پژوهشی و نوشتاری خیلی نمیتونم مفید باشم و توی خونه هم خود به خود احساس میکنم که بیش از اندازه آزادم. به خاطر همین کافه ها واسه من بهترین جای ممکنه هستن برای نوشتن، تعمق کردن و فکر کردن و یک فضای اجتماعی بهم کمک میکنه که هم افکار خودم رو هم خودم رو مقدار منضبط‌تر بکنم. من قسمت قابل توجهی از کارهای پژوهشی انجام دادم. به قسمت نوشتاری کار که میرسه من یک علاقه زیادی دارم که این قسمت نوشتاری رو در کافه ها انجام بدم. خیلی از همکارام از من سوال میکنن که تو چطور میتونی مثلا در یک جای شلوغ مثل اینجا مثلا تمرکز بکنی یا مثلا بنویسی یا مطالب تهیه بکنی و این برای خودم هم یک سواله. من روزای شبیه امروز، روزای مرطوب و بارونی، خود به خود به ایران فکر میکنم، چون میدونم الان مسئله کمبود آب، مسئله کمبود بارش تبدیل شده به یک دغدغه بسیار مهمی که خب زندگی میلیون ها انسان رو در کشورمون امروز داره تحت شعاع قرار میده. خیلی وقتا که میام یه جایی مثل اینجا که خب کنار یک دریاچه نشستم و بارش شدید باران رو دارم میبینم، میگم ای کاش قسمتی از این بارون در خیلی از استانهای میومد که امروز در ایران متاسفانه تحت تاثیر خشکسالی هستن. من امیدوارم که این مشکل آب و مشکل مدیریت آب هرچه زودتر، حالا اگرم حل نشه، حداقل به مرحله بحرانی تر نرسه. لیدز یک شهری هست که در شمال انگلستان هست، تقریبا با قطار 2 ساعت میشه از اینجا به لندن رسید. من در خیلی از شهرهای مختلف زندگی کردم، چه در انگلستان چه در جاهای مختلف در دنیا مثل مونتریال در کانادا، قاهره در مصر، بیروت در لبنان، ولی من شهر لیدز رو خیلی دوست دارم. یک تعادل خیلی خوبی بین طبیعت و شهریت وجود داره. من در مرکز شهر زندگی میکنم اما احساس میکنم که با طبیعت فاصله آنچنانی ندارم. مطمئن نیستم راستش بخواهید قرار چند سال دیگه در این شهر زندگی بکنم، ولی تجربه بسیار خوبی بوده و تا الان از زندگی در لیدز لذت بردم. من معمولاً برنامه‌های روزانه‌ام متفاوت هست. بستگی داره که توی در واقع فصل تدریس هست یا نیست. اگر تا 7 تا 8 شب دانشگاه بمونم، معمولاً مستقیم میرم استخر، یک ساعتی رو شنا می‌کنم و بعدش برمیگردم اینجا. ولی تو اونجایی که امکان داره سعی میکنم وقتی که دیگه منزل میام کارم رو با خودم نیارم. البته بعضی وقتا متاسفانه اجتناب ناپذیره. اگر که وقتشو داشته باشم و انرژی داشته باشم، آشپزی رو خیلی دوست دارم. آشپزی یه کاری هست که لزوماً یه کار روزمره نیست، یه کاری که میتونه توش خیلی خلاقیت باشه، میتونه خیلی توش ابتکار باشه و در این حال، این البته تجربه شخصی من، فکر کنم آشپزی حتی یه مقدار بهم آرامش هم میده. بعد از یک روز بسیار شلوغ، این میتونه یه جورایی در واقع ذهن شما رو ریسیت بکنه. من اصالتاً اهل شیراز هستم و 16 سالم بود که به بریتانیا اومدم و متاسفانه وقتی که به اینجا نقل مکان کردم اونجوری که باید شاید زبان من کافی نبود که بتونم بدون وقفه ادامه تحصیل بدم. بنابراین مدت 1 سال من در یک خانواده انگلیسی زندگی کردم و همواره سعی کردم که زبان انگلیسیم رو تقویت کنم. زمانی که فکر کنم استاد شدم، لکچرر شدم در دانشگاه اکستر، فکر میکنم یا 28 سالم بود یا تازه شده بود 29 سالم و اون موقع مثلا ریش نداشتم و یادم میاد روز اولی که من رفتم دیپارتمان دانشکده،
و خب رفتم دفتر اصلی دانشکده که خودمو معرفی کنم. من افشین شاهی هستم و کارمند جدید، استاد جدید، و بگه چیکار کنم، دفترم کجاست و قاعده بازی چیه. یادم میاد وقت نهار بود و یک در واقع ساینی رم زده بودن پشت در که دانشجو حق ورود ندارن موقع در واقع وقت نهار. من چون که خوب میدونستم دانشجو نیستم و وارد شدم، تا وارد شدم اون منشی که اونجا نشسته بود به یک عصبانیت جدی گفت مگر اون نوشته رو ندیدی؟ دانشجو نباید بیان داخل، الان وقت نهاره. برایش منم خیلی خجالت کشیدم، گفتم ببخشید که در واقع مزاحمتون شدم، وقت نهارتون هم هست، ولی من دانشجو نیستم و افشین شاهی هستم، کارمند جدید، استاد جدید، و من گفته بودن هر ساعتی که برسم خودمو معرفی بکنم به این دفتر. اون خانم خیلی خجالت زده شد و گفت اصلا به قیافت نمیخوره که دانشجو باشی. و زعفران توکلی مشهد، مستقیم از مشهد اومده بدون استاپ. میدونی چه حسی داره؟ من الان وایسادم اینجا دارم غذا درست میکنم، شما دارید از من فیلم برداری میکنید، یادم به این برنامه ویژه‌ای که شما دارید در شبکه‌تون بفرمایید شام افتاد. یه جورایی این داستان بفرمایید شامی شده، فقط امیدوارم نمره 1 و 2 به من ندید. بیشتر زندگیمو ایران زندگی نکردم، در شرایطی نیستم که بتونم یک قضاوت جامعی داشته باشم نسبت به حالا زندگی کردن یا نوع زندگی کردن بین اینجا و ایران. اما خب فکر میکنم این یه مقدار جنبه فردی داره دیگه. شاید مثلا بعضیا که ایران هستن فکر کنن که حالا بعضیا که اروپا زندگی میکنن، کانادا یا آمریکا زندگی میکنن، شب و روز وقتشون به رفاه و تفریح است. شاید بعضیا واقعا خوش بالشون. اینجا آدم ها رو من به شخصیت کم میشناسم. من خودم هرچی که یادم میاد حداقل در طول هفته روزی 7-8 ساعت کار کردم و هفته هایی هم بوده در ماه های اخیر من 70-80 ساعت کار کردم در یک هفته. این یک عکس خیلی جالب هست، این عکس فارغ التحصیلی دبیرستانم هست در شهر لیمینگتون. وقتی که به این عکس نگاه میکنم واقعا احساس میکنم که دقیقا چند ثانیه پیش بود. حالا مطمئن نیستم که منو پیدا کردید، این من هستم با اون کت در واقع نارنجی. این یه عکس دیگه بود که امروز من تونستم پیدا بکنم. به نظر میاد اینجا خوب خیلی جوان‌تر هستم طبیعتا. این فارغ التحصیلی فوق لیسانسم هست از دانشگاه دورهام و آخرین عکس فارغ التحصیلی دوران دکترام هست، در واقع فارغ التحصیلی دکترام هست از همون دانشگاه دورهام که ژانویه 2013 بود، 10 ژانویه 2013. یه قسمت قابل توجه از فعالیت‌های حرفه‌ای منم ربط داره به رسانه‌ها، حالا چه رسانه‌های انگلیسی زبان یا رسانه‌های فارسی زبان، و این برای من یک ارزش بسیار ویژه‌ای داره، چون من واقعا استنباطم این هست که پژوهشگرها و خصوصا اساتید دانشگاه باید تلاش بیشتری بکنن برای ایجاد پل بین محیط‌های دانشگاهی و در واقع جامعه مدنی. بریم به طرف شام. این چجوری عذاب در اومده؟ حالا قیافش که خیلی بد نیست. ببینیم که یه مکان خصوصی هستش که فضای خودش رو در اختیار گروه‌های مختلف موزیک قرار میده. البته من خب معمولا میرم که اجراهای جاز رو ببینم، بخاطر خب علاقه‌ای که سالیان سال به این ژانر دارم. Thank you.
نمیدونم حالا خوشتون اومد یا خیلی خوشتون نیومد، ولی خب من فکر می‌کنم تجربه بدی نبود و اجرای خوبی بود با در نظر گرفتن اینی که امشب پنجشنبه شبم هست. سالن شلوغ بود و به نظر میومد که اکثر کسایی که هستن دارن لذت میبرن. خب این کنسرت هم به اتمام رسید و امروز هم به پایان رسید. این بود بخشی از زندگی من. خیلی ممنون که با من همراه بودید. برای همه تون آرزوی موفقیت و شادکاری می‌کنم. شبتون خوش.